با نام و یاد خداوند مهربان، درس این جلسه ما مربوط است به فارسی بخوانی مثال ششم دبستان، درس دوم با نام پنجره های شناخت. درس زیبا و آموزنده. معلم چند کلمه را روی تخته نوشت و گفت: بچه ها هر پنج گروه دقت کنید. پس معلم بچه های کلاس رو به پنج گروه تقسیم کردن. این چند واژه، واژه به معنای لغت است. این چند واژه را که بارها شنیده اید و خوانده اید یک بار دیگر بخوانید و درباره آنها فکر کنید. خب کدوم واژه ها؟ خود، خلق، خلقت و خالق. خود به معنای خیشتن است. خلق به معنای مردم و آفرینش است. خلقت به معنای آفرینش است. خالق به معنای آفریننده است. گاهی هم شما خلق را به صورت خلق می‌بینید. در این صورت به معنای اخلاق و خصوصیات اخلاقی است. هیچ عجله نکنید. برای خوب فکر کردن لازم است درنگ کنید. درنگ کنید یعنی صبر کنید. آرام بگیرید و با دوستان گروه بر سر فهم این واژگان، یعنی فهمیدن این لغت‌ها و ارتباط آنها با یکدیگر، گفتگو و دریافت خود را بازگو کنید. پس میگه که در مورد این لغت‌ها خوب فکر کنید، هم فکری بکنید و در مورد ارتباط این لغت‌ها با هم صحبت بکنید و نتیجه گیری کنید. دقایقی سپری شد. فرزانه، یکی از اعضای گروه تفکر، گفت: چون هر چهار کلمه ابتدای یکسانی دارند، ما فکر می‌کنیم این شباهت می‌تواند به معنای آن باشد که ما انسان‌ها همه در نقطه آغاز آفرینش مانند هم هستیم و هرچه از آن نقطه دور می‌شویم، تفاوت‌ها بیشتر می‌شود. لحظاتی میگذره و فرزانه که از گروه تفکر، تفکر به معنای اندیشیدن است، میگه که به نظر ما چون این چهار تا کلمه اولشون شبیه هم هست، این رو میتونه برسونه که آغاز آفرینش همه ما انسان ها هم از یک نقطه مشخصی بوده، ولی ما انسان ها از هم دور شدیم و این باعث تفاوت شده. پروانه از گروه ایمان برخاست و گفت: به راستی که هر کلمه رنگ و بویی دارد و مانند ما دانش آموزان کلاس، کلمات هم وظیفه ای را بر دوش دارند. اعضای گروه بر این باورند که این چهار کلمه به ترتیب درست به دنبال هم آمدند، زیرا ما با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت سرانجام به خالق همه اینها ایمان می آوریم. خب گروه بعدی اسمش ایمان است. ایمان از لحاظ لغوی یعنی باور قلبی داشتن به چیزی. اونها معتقدند که این کلمات به ترتیب درست دنبال هم اومدن و همشون به خاطر این دنبال هم اومدن که باید ما به خالق یکتا یعنی به خداوند ایمان داشته باشیم. خب بچه ها، نظر گروه ایمان جواب سوال اول از درک مطلب درسه که پرسیده با توجه به متن درس نظر گروه ایمان چیست؟ بریم ببینیم گروه بعدی چه عقیده‌ای داره. ریحان از گروه اخلاق بلند شد و از معلم و بقیه گروه اجازه خواست و گفت: گروه ما ریشه همه پدیده ها و اشیا را در اخلاق نیکو و رفتار پسندیده می داند. چون ما زمانی می توانیم خالق خود و این عالم را خوب بشناسیم که به رعایت اخلاق و آداب نیک پایبند باشیم، یعنی متعهد باشیم. پس ریشه پیوند خود، خلق و خلقت نیکوکاری و محبت و احسان است. پس این گروه هم معتقده که ریشه هرچه که در جهان است به اخلاق نیکو و رفتار شایسته وابستگی داره. و در ضمن اگر کسی میخواد خالق رو یعنی خداوند رو خوب بشناسه و این دنیا رو خوب بشناسه، اول از همه باید اخلاق و آداب نیکو رو رعایت کنه و بهش پایبند باشه. و معتقدند آنچه که پیوند میده خود ما رو، خلقت رو و خلق رو، همین نیکوکاری و محبت و احسان است.
در درک مطلب سوال 3 این سوال رو کرده و از شما خواسته که نظر گروه اخلاق رو با گروه تفکر مقایسه بکنید و یک نقطه مشترک رو از بینشون بررسی بکنید. گروه تفکر به این اعتقاد داره که ریشه و نقطه آغازین آفرینش همه ما یک نقطه هست و این تفاوت هاست که باعث شده از هم دور بشیم. در اخلاق یعنی گروه اخلاق هم این اعتقاد وجود داره که باز ریشه همه پدیده ها یک نقطه هست و اون اخلاق نیکو و رفتار پسندیده استش. پس به طور کلی اگر بخوایم وجه اشتراک این دو گروه رو بررسی بکنیم این است که هر دو گروه میخوان ما رو دعوت کنن به اتحاد و با هم بودن، پرهیز از جدایی ها و اینکه با اخلاق نیکو به هم نزدیک بشیم. مریم از گروه علم برخاست و گفت دوستان توجه کنید. ما به تمام دیدگاه های سه گروه خوب گوش دادیم. اما دیدگاه گروه ما این است که همه چیز را باید به صورت علمی مشاهده کرد. دیدگاه یعنی نظر این گروه. نظر گروه ما این است که سه کلمه خلق و خلقت و خالق از نظر ریشه کلمه هم ریشه و از یک خانواده‌اند. پس خلق و خلقت و خالق ریشه شون خه هست، لام هست و قاف. چون سه حرف مشترک در همه آنها دیده می شود. ولی کلمه خود با بقیه هم ریشه نیست. و البته گروه نتیجه گیری جالبی هم کرده و آن این است که هر کس تنها به خود تکیه کند و خودبینی را پیش سازد یعنی خودبینی و خودپرستی را روش خود قرار بدهد، به شناخت خالق دست نمی‌یابد. به همین سبب خود با خالق ارتباطی ندارد. پس نتیجه گیری آخرش اینه که خودپرستی با خداپرستی نمیتونن یک جا جمع بشن. اکنون دیگر نوبت گروه عمل بود. تقریبا 4 گروه نتیجه گفتگوها و بحثهای خود را بیان کرده بودند. معلم هم انتهای کلاس نشسته بود و به فکر فرو رفته بود. انتهای کلاس یعنی آخر کلاس. لابد از این همه تفاوت و زیبایی نگاه بچه ها شگفت زده شده بود. به هر حال کسی نمی دانست در آن هنگام او به چه چیزی می اندیشد. ناگهان معلم از جا برخاست و گفت خیلی عالی بود. تا اینجا بسیار جالب بود. چون شما بریم صفحه بعدی. با تفکر درباره 4 واژه به اندیشه های تازه ای دست یافته اید. اما بگذارید گروه عمل هم نظر خودشان را بیان کند. فاطمه به نمایندگی از گروه خود برخاست و گفت ما فکر میکنیم ارزش هر چیز به اندازه نقش و عمل کرده مفید آن است. یعنی هر کس شخصیت خود را در رفتار و عمل خیش نمایان میکند. اخلاق، ایمان، دانش و اندیشه ما در رفتار و گفتار ما آشکار می شود. خب اگر دقت کرده باشید می بینید نام گروه عمل هست و اینها معتقدند که هرچه که ما در مورد اخلاقیات می گیم وقتی ارزش پیدا می کنه که در عمل و رفتار ما هم نمایان بشه. یعنی اعتقاد داشتن به چیزی بدون عمل کردن به اون آنچنان مفید نیست. معلم پس از شنیدن نظر گروه عمل که آخرین گروه بود جلوی کلاس آمد و 5 کلمه دیگر زیر آن 4 کلمه نوشت. تفکر، ایمان، علم، عمل، اخلاق. سپس گفت این 5 کلمه که نام 5 گروه کلاس شما هم هست در حقیقت مانند 5 پنجره برای شناخت و تماشای آفرینش الهی است. بنابراین هر گروه با بیان نظر خود یعنی با گفتن نظر خودشون با ارائه نظر خودشون ما را یک قدم به آگاهی و شناخت نزدیکتر کردند. هر کدام از گروه ها که سخن گفتند تلاش کردند از نظر خودشان موضوع را بشناسند. ما هم برای کشف و شناخت بهتر زیبایی های آفرینش باید به تفکر درباره خود، خلق، خلقت و خالق بپردازیم. خوب و دقیق نگاه کنیم، گوش بدهیم، بسیار بخوانیم و درباره دیده ها، شنیده ها و خوانده ها بپرسیم
و از پرسیدن نهراسیم، یعنی از پرسیدن نترسیم. نویسنده این متن زیبا اکبری شلدر رستش. درک مطلب. تقریبا همه سوالات درک مطلب رو در لابلای درس بررسی کردیم. فقط یک سوال مونده. نظر شما درباره این چهار واژه چیست؟ نظر شما در مورد چهار واژه ابتدایی درس چیست؟ واژه آموزی. به دو گروه از کلمات زیر نگاه کنید. عالم، معلوم، معلم، تعلیم، علوم. حرف مشترک بین این کلمات عین، لام و میم هست. ردیف دوم شاهد، مشهد، شهید، شهادت. حرف مشترک بین این کلمات شین، ه و دال هست. همان گونه که میبینید تمام واژه های ردیف اول در سه حرف عین، لام، میم و همه کلمات ردیف دوم در سه حرف شین، ه و دال مشترک هستند. به این دسته از کلمه ها که از یک ریشه و خانواده هستند هم خانواده میگویند. بعد این کلمات هم خانواده از لحاظ مفهوم هم به هم نزدیکن، ارتباط دارن. شناخت این ویژگی، یعنی شناخت این که اینها هم خانواده هستند، به تشخیص شکل کلمات در املا به ما کمک میکند، یعنی کمک میکنه که املاشون رو به صورت صحیح بنویسیم. خب بقیه درس رو میذارم برای ویدیوی بعدی. امیدوارم از این درس زیبا لذت برده باشید. در پناه خدا باشید. خداحافظ.